همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی از تل آویو. بابک، چه جزئیات بیشتری در مورد این گزارش داری؟ باید گفت که از همه مهمتر منتظر باید بود و دید که واکنش جمهوری اسلامی به این اسناد و مدارکی که امروز دفتر نخست وزیری اسرائیل انتشار داده چه هست. به غیر از این فایل صوتی، یک فایل تصویری، یک سری عکس و همچنین تصاویر گروه واتساپی که یوسف شهبازی عباس علی لود از اون سخن گفته که با فرمانده خودش، با رئیس خودش در حال گفتگو هست، هم به انتشار پیدا کرده. همچنین عکسی از بلیت بر برگشت او که از طریق ترکیش ایرلاین هستش و قرار بوده که به تهران پرواز بکنه. این اولین باری هستش که خود اسرائیل مسئولیت همچین عملیاتی را به عهده میگیره و این یک عمل بسیار نادر هستش و شاید برای این هستش که میخواهد که جهان بداند که جمهوری اسلامی ایران چگونه عملا با سند و مدارک خواسته که تجار اسرائیلی در قبرس را مورد هدف قرار بده. همانطور که گفتیم سخن از یوسف شهبازی عباس علیلو هستش که به دستور مستقیم مقامات ارشد سپاه پاسداران به قبرس شمالی میاد، از اونجا به قبرس جنوبی وارد میشه و هدف اون تنها یک چیز بوده، کشتن یکی از تجار اسرائیلی که هنوز نام او فاش نشده و قرار بوده که او را با یک اسلحه از پا دراره. به دنبال اطلاعاتی که وی در این تحقیقات ارائه کرده، زیرساخت‌های این عملیات تروریستی از همان ابتدا در عملیاتی که توسط نهادهای امنیتی در قبرس انجام شد خونسا میشه. هدف حمله تروریستی در قبرس همانطوری که گفتیم یک تاجر اسرائیلی بوده، یوسف شهبازی. تمام جزئیات و از جمله نام افرادی که در سپاه پاسداران با او همکاری کردن، روش کار، سلاحایی که در اختیار او قرار داده، وسایل ارتباطی و تقریبا همه جزئیاتی را که در راه ترور این فرد بوده را در این فایل تصویری و دیگر مدارکی که در دست اسرائیل هست فاش میکنه. در این عملیات موساد با همکاری سازمان اطلاعاتی قبرس و سایر سازمان‌های اطلاعاتی که نام اونها برده نشده انجام شده. فعالیت‌های شهبازی و عواملش در ایران به گفته اسرائیل از نزدیک دنبال شده بوده و موفق میشه اسرائیل که این حمله را در قبرس خیلی زود شناسایی بکنه و این تاجر اسرائیلی را از مرگ حتمی نجات بده. آنچه که معلوم هست این هستش که پشت این نقشه ترور واحد 800 سپاه پاسداران قرار داشته که مأموریت اون، مأموریت ویژه یعنی عملیات در خارج از کشور هستش، که حسن شوشتری زاده فرمانده مستقیم شهبازی بوده و او هم زیر دست جواد سرایی و هر دو زیر نظر واحد 800 رضا سراج بودند. بابک اسحاقی از تل آویو، بابک خیلی متشکرم از گزارشت و شرح جزئیات ماجرا. اما گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز PS752 به نمایندگی از کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اعلام کرد که هیچ توافقی بین این گروه و جمهوری اسلامی انجام نشده. این گروه تاکید کرده قصد ندارد پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را رها کند و در تلاش است تا